برادری که در واتساپ تماس گرفته، سلام علیکم. و علیکم سلام برادر. بعد از خیال بعد از بسیار مدت های طولانی. او چوپا چوپس دارم جا. چوپا چوپس نگم دارم و آره چوپل سارا. خب. چوپا چوپس. بله همی جای. خب ما خواهش میکنم که بدون تاخیر اگر صحبت کردنی باشه تاخیر مخیر نباشه. من در حیاتم یکو مر تاخیر کرده دیرستم. من پراول نگم میزنم. خیلی خوب. شما خودتون میدوله دیره. خیلی خوب. بفرمو برادر. او مرا گوش کرده باشد اگر ونیمت نه گوش کند. ما روحی رسول اکرم رو انتخاب کرده گیم با همه روح میرم در کار باشد شهید میشویم. این روحی رسول اکرم است. چونکه رسول اکرم یک بار انخلاب کرده گیم و ما دو گفته گیم که هر ست سال دو ست سال پس همین چیز ظلم بسر شما ظلم میاید شما من اجداد نکنه به من همین کار اجرا کنه. ما همین روی گرفته موشه تمام زدن خود نیستن مودا دکانسا زدن میرم ما رسول اکرم کارشون را عبیزت نه تکرار میکنیم. اگر ما این کار را نکنیم هزار بار نماز خونیم و ایکو نماز ما قبول نمیشه. ما از دستانجیش الله هم الله سپیتسان همین ظلم بسر ما روی کرد که کنیم ما خوری رسول اکرم را تکرار نکنیم بیانه ما عبیزت نه تکرار میکنیم. صد درصد برادر برادری که در واتساپ تماس گرفتگی من صد درصد گپ شما را تایید میکنم که ما مردم کسانی که میشنوین کسانی که میبینین امروز خب و این شکلی که کسایی که از رحم و روف دفاع میکنن آماده نیستن که با چهره گپ زنن این آماده این با چهره گپ نزدن اینها میدونین به خاطر چی است؟ غیرت نیست، جرأت نیست، اینا اطمینان ندارن چون که اینا در مقابل خلق میبرن گپ میزنن. ما اگر اینو خواهیم میگن هر چی میگن بگذار هر چی میگن بگن معلوم است اینجا مردم شما خودتون قضاوت میکنید. این برادر چیزی که گفت که ما در امتحان قرار داریم والله قسم ما شما بیننده ها کسایی که میبینن حتی چاپلوس ها حتی کسایی که در حکومت کار میکنن هممون در امتحان قرار داریم و خاصتا کسانی که در اروپا قرار دارن در امریکا قرار دارن در کشورهایی که شما در مشامتون بوی آزادی میآید شما همتون پروردگار درباره شما چی میگه گوش کنین. خوب بسم الله الرحمن الرحیم ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. آیات ما برای شما ترجمه میکنم. قبل از اینکه این آیات ترجمه کنم در سوره تبارک همه شما سوره تبارک هم میدونین همه گوش شنویدگین خدا میگه که بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر الذی کسی که خلق الموت و الحیات اون کسی که آفرید زندگی را و مرگ را لیبلوکم کلمه لیبلوکم از کلمه ابتلاء لیبلوکم تا که شما را بیازماید ایوکم احسن و عمل کدام یکی از شما نیکوکار هستین کدام یکی از شما کاری نیک انجام میتین لیبلوکم انا کن در این آیه چی میگه ولن نبلونکم همون کلمه هستک ما می آزماییم شما را امتحان تان میگیریم. این چه خیلی که برادر گفت که ما امروز در امتحان ها قرار داریم. امروز واقعا من شما بیننده ها مادران پدران جوانان زنها همه در امتحان قرار داره. خداوند در سر ما و شما یک ظالم مسلط کردگی است و ما و شما مسئولیت داریم که سکوت نباید بکنیم. امتحان است. چرا سکوت کردی؟ زور نداشتم. عید سیما هیچی نمی آمد. ما تگ تنها بودم. باز پروردگار در آیت دیگر میگه که چرا شما منطقه را ترک نکدین در یک جای دیگر برین باز مردم را سرجمع کنین دعوت کنین تا که از این مصیبت خلاص بشین. ولنبلونکم ما شما را می آزماییم امتحان تان میکریم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات ما شما را با ترس امتحان تان میگیریم که شما دعوا دارین که ما از خدا میترسیم بغیر از خدا از هیچ چی ترسی نداریم. اینجا امتحان
این است که پیش پروردگار شما دیگر چی جواب میگین؟ چرا شما در مقابل ظالم حرف نزدین؟ عالماتون، دانشمنداتون، معمولیهاتون، خلاصه انسانهای عادیتون، زنهاتون، مردهاتون، موی سفیداتون، جواناتون، چرا در مقابل ظالم حرف نزدین؟ ترسیدیم. شما ترس که اون حق خدا هست، چرا با دیگه که صرفش کردین؟ ولن نبلو نکن بشیء من الخوف، با ترس و الجوع و بگشنگی گشنه میمونین، بیکار میمیشین، راه مبارزه سخت است. ولن نبلو نکن بشیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات، مالتون کم میشوه، خونتون از دستون میتین و ثمرات و میوه ها فرزند. میوه انسان چی است؟ فرزند. فرزند از دست میروه، فرزند زندان میشوه، فرزند کشته میشوه. پیغمبر خدا حضرت ابراهیم قصه شه برای شما نکرده بودم که امتحان برای او آمده بود، کی امتحانش گرفت؟ قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابتي افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. گفت که ای پسرکم، ای بچه جان، ما در خواب دیدم که ما ترا قربانگاه میبرم، ما ترا قربانی میکنم. حضرت اسماعیل علیه السلام چی گفت؟ یا ابتی، ای پدر جان، افعل ما تؤمر، انجام بتی هر امری که شدی، امر بپذیر، ستجدونی انشاءالله من الصابرین. شما ما را از بنده های صبر کننده پیدا میکنید. این عیسی هست یا که موسی هست؟ این کسایی که امروز از رحمان ای اسلام استفاده نب... اسلام دین ماست، اسلام دین دیگر ها هست. ما از اسلام ما را امر کرده است که در مقابل ظالم گپ زنین. اسلام از کسی شما شخصی نیست. اسلام اون چیزی که از پیغمبر خدا بر تمام مسلمان آمدگی است. اون قرآن مرا امر کردگی است. اون تأثیری اون اسلامی بود که ما امروز در مقابل رحمانوف گپ زنیم. کو ببرار یک اگون سکولار ببرار در مقابل رحمانوف گپ زنه؟ اون شریعت است که میگه که خاموش شه، پروردگار مرا امر میکنه. دیگرها را پروردگار در قلبشون نور ایمان انداخته شده است. از اسلام گپ زدن طریق نیست. حتی تمام مبارزه ما در اساس گفته های اسلام این جاری شدگی است. این یگان چی کار شما که هستن در یگان کتاب اومدگی نیست. خب انا یک لحظه ببینین، انا پروردگار ما و شما را در امتحان قرار داده است. این چیزی که برادر گفت من 100% تایید میکنم. اینها قسم به خدا کو من مطمئنم. این بچه خوب بگذار، من سخت نمیگم، غیرت پدر ای غیرت نداره، بابی ای غیرت نداره. ای که بگذار، ولی نام خودش هم عیسی نیست. با خدا قسم بگی لوبای ترایی که همیت شرایی که بگم اشورو خون با غیرت بین، مشکلی ندارم. تو چهرت آشکار بکن، من نه کسی را روان میکنم، نه تو با کسی مورد بطلب، بلکه این گپو را باید آشکارا به مردم بگیم که ما خطا میکیم، ما بد میگیم، ما هرچی میگیم. همین غیرتی را ما دارم والله قسم ای کبیری سر که یکم زود نه. ببین یک لحظه، گپ در غیرت نمیره. غیرت اون چیز نشون میده که چی است که با پنهانی صحبت میکنین. من مطمئن هستم اگر انسان با غیرت باشی، ببرو با مردم صحبت که تو از تو از طرف مردم صحبت داری، از طرف مهاجر. بگذار همین مردم مهاجر بشناسن تا کی تو چگونه انسان با غیرتی. اما خودت با غیرت اینی که تو کی چهرتن آشکار صحبت نمیتونی کرده، این دلیل این است که این غیرت نداری تو. اگر خودت با غیرتی مرد داری، ببرو من الحمدلله که من تو اندازه که من دورم با غیرت دورم. چی با غیرت؟ خب بزن برا تاجیکستان آباد که آخی. آخی اونجا اونا پدرت های کو؟ او پدرت نمیگذاره که ما اونجا آباد کنیم. نه او با غیرت میگو بزن برا آباد که رنگ مرده آباد که پیشروی که. خب یک لحظه صبر که اون وقتش میاد انشاءالله آباد میکنیم. برادر که در واتساپ تماس گرفته، خب بفرما صحبت بکن. من میخوام که یک چیز دیگه ایلوه کنم بس خانوی شما. بگو. همین موه پر رفته بایره قصد آمدن هیچ مشکل نیست. قصد آمدن اوش امریکان سو.
در کار باشد مارس بر افتاد زده می بیم در کار باشد افتاب با میریم بایرق زده می بیم لیکن از سنجش اولو گذاشته نکو از همه مشکل ترین وظیفه هستید از همه مشکل ترین کار از سنجش اولو گذاشته نکو زنده باشی برادر که در واتساپ تماس گرفته برای می چپلوس گفتنی هستم که من در کار باشد من پیر می خورم دام پیروز می شوم می مورم کن منو پیروز می شوم من بله خدا خواهد انشاءالله زنده باشی برادر برادری که در واتساپ تماس گرفته خدا نگهدارت آمد برادر خب برادر ابوبکر سلام علیکم برادر اکبر سلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله ما همه دیگه سوالتون قسم زده دارم خب بفرمو قسم رنگ زکس کنم یکم میزنی خلق کن بفرمو بگم سوال بتی نو اما راجع به موضوع باشه ده نه از یک چیز بوده یک گفت که او دمی که گفی راست میگه میگیرم اپوبلیتواد میکنین که صورتاش هر گوش رو نمونه مفتیسته اما گفتنیم که چی گفی راست داده باشه همون که صورتوی همون را اپوبلیتواد میکنه یک گروه بیشتر همی سوال ما دا جواب دا چی گفی راست داده یه بگو که گفی راست همیه که میند نشوه مخدم یک همی قشلوقی ما مصفیدو با موزه مچید می رفتن زمستان دا لوی بود تویستان دا موشی می رفت چنگ می شید امی را هم خیر امی ریمون کدام ریمون کدام ای طرفی خیر هم از رحمت نومد چومد همی داج همسویخ ما چنگ کستن که این سفیدی زنی مدسن که چند اوزای کل شما کسیم هم تاری کدام کرا همه را که این سفیدی زنی مدسمه که ناو چی میکرده باشه این مقصد همین همسایه که همه ادمایی که خودشون به هم موزا مچید میرفتن همه غیبت کردن یه مثال ادمایی که ای پش جا میزن کن من ای توجیکستان غیبت یعنی که تره کردن انا ها بعد گفتم آفرین ادمایی که نوحی ها را عباد کردن صبر کن من آواز تا خاموش کرده گیم صبر کن ما همیجا بپرسیم بود از کدوم منطقه تاجیکستانی بگم بعد درد یاو را من درد کردم که چیکار ای بچا درد مردمون تو سمر تو از کدوم منطقه تاجیکستانی ایش مخفیه اشورو ای معلوم نشه که کدوم سیو شفوش کردگی برام که الان دوره مقصد درد یاو را من درد میکنم ما عبودی کردگیم مرا ایپش گب زدگیم همین این همین شما و یودام ها کی مقصدی شایدانگاری بسیاری بد نکرد یک لحظه صبر کن ایش مخفی ایش مخفی اشورو این چی من دارد چی یک مقصد که خب ادرسی ما در یکاترینبورگ حوزی ما در قرار دارم در یکاترینبورگ این همین شهر یکاترینبورگ در کدام بزرگ کار میکنی در همین سنتر هستی نمی اگم لبا چرایی که بیا در سنتر بگم آیا حسین اشور تاچکه تا بگو خواب جا تا بگو آدمی که نمی ترسیدگی همو لبای نمود میگه تخنیس که 35 کوارتر های 99 کوارتر های نمی کوارتر کار میکنی جای کار تا بگو کار سمازه نید همی چی کاری برای کار میکنم نردکاری اوه هنر دارم کسب دارم کار میکنم مایل خوب اشور که سوال دیگه شدن خوب سوالش بیتی اگر گوش که اما ادم که سیاستی رحمون فا قبول نداره خوین صبح میشه نه چی با خوین خوین مقصد قبول نداره قبول نداره ای اگر جای این مقصد ما چی با نباشم این برادرهای مبارز خوین میگوی کیرا این امیلیش نه حسین اشور برای چی میگم برای که ای به سعودی مهاجر استفاده می برای یگم سوره را میگه تو متا دروغه که پریوت یعنی میکنه یعنی گفتنی که مهاجر به سعودن ای آدم ای آدم هم نقاب شما کشی خوب اید از سعودن بعد براک دیدی در تاخیر گذاشتی انا که ما کو چیزی گفتی ما نیستم نکی خودت از خوک تولد شدگی شاید که همون مادرت هم به خوک هم خوابگی کردگی باشه که از خوک تولد شدگی باشی برای همین خاطر من توازی را گفتم که تاخیر نکن دشنم نکن این نه خودت غیره داری که بچه را گبزنی نه ایجاد مخفی وجاد مخفی خب یکون تا آماده نیستی من مطمئنم در اکاترینبورگ هر یک بچه های شناسی هستن که
اکه مرا تم مرا لبوی نه ادم روی که ما چخیل تره ادم روی که زنگ بزنه فلان جا استریچت کنم تی قطید یکان بزمه گریوانی قطید چوک از یکم اصلا میره تی چهره تا تی نشون بدی در پوبلیکا اشکارا ببرا گبزه بعد ما میدونیم که چخیل تره پیدا کنیم ما در جنگ قرار داریم میفهمی؟ ما در جنگ قرار داریم جنگ نبرده ما در مبارزه قرار داریم تی خودت سگ رحمانوف مادرت نمیدونم که چی گونه تره تولد کردگی است مرا ادم تروی که من ادم تو پوبلیش نبرو ادم خودش می آود یو بزوی بجوی برای امی خلاصه با گفتم که تحقیم نکر سلامت باشه شروع خب زنده باشی برادر خب مهاجر بچه سلام علیکم سلام علیکم و علیکم و سلام ما یک زنگ تلفنی در واتساب قبول کنم بعدا خب خب یادم اومدی قطع شد نام همون نفر را بسیار گوش کردم آقا جون اینوم مهاجرو میگه گاو نزن چینا که اینمی ما خطر شدم یا صغیره مهاجر یا صغیره مهاجر ای 2006 سال مهاجر قسم به الله اینم یک مو دو مو شده ما این برنامه شما مقصد شده گیم ده که آگاه شدم نه که بوشم همین مهاجر مردم درد شبه کی بگا این شما سوال در بیمیان آورده مونده که کدام نهاد مقصد در بینشان یکان انصاف چی هست در یکان این نهاد یکان آدمی به انصاف نمیوی اگر یووی بیچاره در تای کبلو کن بله خب یک لحظه در زنگ تلفنی قبول کردگیم شماره تاجیکستان است که ببینم که کی باشه خب سلام علیکم برادر که در واتساپ تماس گرفته نه خود نه یک بدون خود سبه که در واتساپ برنامه یک کس تماس گرفته شماره تاجیکستان های خب سلام علیکم یک لحظه صبر کن یه آدم قطع شده خب دوباره زنگ بزنه خب میوردونمش اکسانا چوپلوسا وقتی که زنگ میزنن در نمری برنامه زنگ میزنن بعدن ما شماره هاش را زمیت کم بکنم که خب اینمی آدم خلاصه از حکومت دفاع کردگی است چوپلوس است و بعد برنامه میخوام که در علایدگی صحبت کنم همه تقریبا نمری برنامه را بلوک میکنن برای که وقتی که زنگ میزنن معلوم است دوباره وقت زنگ میزنی یا که یکون پیغام روان میکنی خواندن او همو گلچکه نمیبروی معلوم است که همه بلاک میمونن یا سیم کارت های ادنرس رو قطعی کرد میزنن این دلیل این است که نشاندهنده است که اینا ترسو هستن اینا غیرت ندارن همینه که الان همی سگ رحمانوف که برومد اما الان گب میزد غیرت ندارن خب برادر مهاجر بشه دوام بتی واسه واتساپ تره قبول میکنم دوام بتی مهاجر بشه خای هموس سگی که نو جکید ای پشتی مهاجر را گاو میزنه اینم یاد شما مهاجر من میخواهم که کسی پشتی ما را میگیره اینم رنگی شما چه خیلی برومدی پشتی ما را گرفته با چهره گاو زده سی کو الان خیلی برای گاو زنه کما چهره ی هوای ببینم کو کیه ای واقعی تا شیرمار آه بله دهنش پر کده گاو بزنی دهنش پر کده گاو میزنی کو بو برو کو با چهره گاو زن خب واتساپ سلام علیکم حسین اکا السلام علیکم علیکم السلام شما ناسم اکا رحمت یک لحظه منتظر باشین که یک برادر دیگه در تماس است من فکر کردم که شاید از شماره تاجیکستان کدام کسی از رحمانو دیگه میکنه از همون خاطر منتظر باشین صحبت با شما میتیم مهاجر بشه دوام بتی برادر عزیز اشرف حسین اکما کم تر گپ ما تمام میکنه بود دیگه رو دمو چرا نوبت رسام همین مقصد خود اینمی نیتی ما اینمی خیلی چپلوس های لسکوی که می درویان دفاع میکنن مرحمت با چهره اگر درویان حقیقت بگن مو قبول میکنید با چهره نمی دروید ای خلی پیش مدیو ما گرینی گیزلیم ای دنگ دینگی تکو برا دتای اینو قناتی کدو میره میلیسی دتای قناتی هوای که ای تاری دنگ دینگی دای جون هم میگذارم مهاجر بچه ما والله قسم بعضی از چوپلوس ها همی خیلی با چهره اوچکار صحبت کردگی هر یک جوان مرد با اونها ملاقات کردگی های نوارش کردگی های ویدیوش کردگی های اخی
ما تو حاضر من نوار اونا را نگذاشتم لازم نیست روز در پول شد نوار اونا را نگذاریم اگر ما نه کسی را اوگراجت میکنم نه کسی را روان میکنم نه کسی را تهدید میکنم والله بچه های شهر بچه هایی که مخلصن یا که طرفدارن یا که مبارزن خودشون رفتن با اون ملاقات کردن پیداش کردن در کجا زندگی میکنن خلاصا با اونا نوار کردن قطعی اونا با ما نوار رو روان کردن اکا اینا همون چپلوس اینا ببین نوار شد اینا خلاصا ما اینا چیکارش کردیم خلاصا ما اونا رو با توصیه کردیم که کوشش نکنن که با اونها دست درازی کنن یا که بزنن یا که بشکنن اونا رو باید بفهمونیم اونا بیماری دارن برای همین خاطر من نوارای دارم که اکا جان ما از تمام مبارزا بخشش میپرسم میگه ما از تمام مردم بخشش میپرسم ما از تمام فلان کس بخشش میپرسم خلاصه چیزی گفتگی هستم ما نطغری بدم این همی خیلی کدگی هم در پیش مباریز رو در پیش یک انسانی که مباریز است و از او از پدر مدر گذاشتگی است کی است بترسه اینا میگن که مرا لبای کس روان بکه میدونم که اینا وقتی که روان میکنن چهار نفر دیگر رو آگاه میکنن ای دور نگاه میکنن که کی میاید در کجا ملاقات میکنن یکان کس دیگر رو خلاصه او با پلیسی را میگن هزار نمود بازی میکنن تو اگر مردک باشی با چهره آشکار ببروخی چی جای ترس است گپ زنگ با ما معلوم پیدا میشه و نفره که ترا از نزدیک میبینه میگه چی خیلی میبینه میدونه خب... چیش میترسه آقای حسین بله ای همیش میترسن که وقتی با چهره میبروین کو با شیرمردی پیدا میشه و انشاءالله الله خودش روونه میکنه همون شیرمردی که هوای میشینوسا کی بود چی بود ما چیکار میکنم ما خای همی مردی کارم مردی کار نیستی تو یه بزی حکومتی در بین مردم میگردی اونمون قصه سلطان محمود غزنوی در زمانش وقتی که میگه در بازار میرفت است یک کوگ لنگ سودا میکردن از قیمت دیگر کوگ ها بالاتر بده است سلطان محمود غزنوی از نزدیک اومده گفته است که برای چی قدر این نرخشی لنگ و تنبال ای را نرخش قیمت تر میفروشی گفته است یک آواز میکنه که همون دیگر کوگ را جمع میکنه گفته چی امتیاز داره ای دیگر کوگا دیگر کوگا 50 دلار ای تی 150 دلار گفته است آواز میبره در همون وقتی که قیلا کمی پرتوی آواز میبره دیگر کوگا را میقبیده ها گفته است اگر بخریش این وزیراش حیران شدن که برای چی این کارا کرده که قیمتش گفت خریدش در پیش سرش گرفته گفت بی چی به این کارا کردی گفت کسی که در بین خودش پیدا میشه و مردم خودش تسلیم میکنه به دشمن باید سرش به همی خیلی زده شوه ایو همو بزرگ هستن که در بین اون همو مردم خچون رفیق جورا و گره نمیگیرن باید همی یک جده یک اشیبکه یک چیزه ببینن یک نفر رو ببینن پروتف حکومت گب زنه تمام دنیاشنی میگیره و میتیه همه چیزه میفروشن اینن همو کاری که همو کوگ میکنه برای همین خاطری کسایی که یا با چهره میبرویان مردم را تحقیر میکنن درد مردم را دوباره نمک میزنن که اینا فکر میکنه که بچه های نیستن که والله هر یک جوان مرده که به همه بازیچه میگرده در دروی روسیه زنگ میزنن در همهش در تماس هن آخی من میدونم خود بچه هایی که بسیار انسان های شریف هم هستن نجیب هستن اما حق هستن لبای خدمت هم اگر تیاریم نه که ما این کارو را دست نمیزنیم این کارو را اگر میکردیم چندین کسو با چهره برآمده است یک تا از اونها برآمده است که با چهره گفته باشه که انا ما چی میکنم انا ما را همی خیل کرده خب خیر برادر دوام بتی آخر سخن تا بگو آخر سخنم التماس ای مهاجران بچه‌ها همین لایک بزنی لایک شما فقط فایده میاره برای پهن شدن ویدیو تمام خب تشکر بودم حقیقت خوبه زنده باشید در امان الله باشید خدا نگهدارت اما متاسفانه من کم میبینم مردم یک سلام علیک یک خی گوش کردیم بچه زور گپ زد این خیلی یک خراب گپ زد دیگر خداحافظی اما مادرای عزیز پدرای محترم برادرای بزرگ دادرکای عزیز این مسئولیت شما هم بر دوش خود بگیرید این مسئولیت پروردگار در دوش همه ما و شما میگذاره. ما باید پروردگار را در یاد بیاریم و فردا پیش پروردگار که قیام کردیم اونجا سوال کرده بشیم
و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. در روز قیامت اون نامه اعمالمون هر کس میگه در گردن خودش آویزونش میکنیم مطابقی که خودت پرش کردگی. یک کاغذ سفید برای ما پروردگار داد در این روزهای سختی که خیلی برادر ذکر کرد که امتحان است، این امتحان ها را خالیگی ها را پرهب بکنیم. و کل انسان الزمنه طائره فی عنقه و نخرج له و در روز قیامت ما میگه که میبروریم خارج میکنیم یوم القیامتی کتابا یلقاه منشورا. در روز قیامت تمام زندگیش برای او یک کتابی دراز میخیل برایش نشان میتیم. بعد چی میگیم؟ اقرا کتابک، همون کتابی که خودت نوشتگیشی، اعمال تو هستک، سرنوشتی تو هست که خودت قلم زده ایرا. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم عليك حسيبا. این کتاب خودت پر کردگی، خودت نگهش کن، نمی خودت کافی است که خودت بگیم همین محاسبت میکنه. دیگر نیاز به این است که در اینجا سود قاضی فیروت کنیم. خودت پر کردگی ببینه که تو چی پر کردگی. ما امیدوارم که پروردگار در روز قیامت که هر یک تای ما و شما کتاب ما در دست ما باشیم که اون امتحان هایی که امروز ما دوچار اون شدگی هستیم ما با سر بلند این امتحان ها را سپری کنیم. زنده باشین، سر بلند باشین تمامی کسانی که شرکت کردین و دستتون درد نکنه کسانی که زحمت کشیدین و لایک موندین و برای دیگر ها این نوار ها را روان میکنین. این بود برنامه حق و باطل. باقی شما را به پروردگار کریم و رحیم میسپارم تا جمعه آینده را انشاءالله که خدا نگهدارتون باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اون برادر دیگر اون چیستی که گفته که هر وقت دیگر در یادم است، مجبور هستم که تمام مردم یک چیستی خالصانه. خدا نگهدارتون باشه، زنده و سربلند باشه. از برای خدا همه شما را ما دوست می‌داریم.